سلام بر شما، به خبر نیمروز خوش آمدید. نگاه ویژه دولت به جنوب شرق و تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت مرزهای کشور برای تعاملات تجاری، اقتصادی و فرهنگی با همسایگان. رئیس جمهور در دیدار اعضای شورای راهبردی استان سیستان و بلوچستان، اقتصاد دریا محور و توسعه سواحل مکران از اولویت‌های دولت است. تأکید رئیس قوه قضاییه بر برخورد قاطع با عوامل حادثه تروریستی تفتان. رئیس دستگاه قضا به برهم زنندگان امنیت روانی جامعه هم هشدار داد. اونهایی که احیانا وابسته به بیرون هستن، وابسته به دشمن هستن، شناسایی بشن توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی و به قوه قضاییه معرفی بشن. اونهایی که احیانا از روی غفلت کار را انجام میدن، خوب تذکر داده بشه، هشدار داده بشه. کلیات لایحه بودجه سال آینده کشور آماده بررسی در صحن علنی. سخنگوی کمیسیون تلفیق: افراد حقوق بگیر متأهل به ازای هر فرزند ضریب افزایش حقوق خواهند داشت. بحث چند نرخی بودن ارز رو که حالا بحث هم نرخ ترجیحی و یه نرخ هم باشه تقریبا نزدیک بازار توافقی باشه و این چند نرخی که وجود داره، این چند نرخ تقریبا تبدیل بشه با یک حرکت گام به گام با دو نرخ و اون ثبات نرخ ارز برای سال آینده. جنایت صهیونیست‌ها در بمباران مسیر حرکت نیروهای امدادی در جنوب لبنان. حزب الله لبنان، تجمع اشغالگران و مرکز ساخت تسلیحات در جنوب شرق عکا را با پهپاد هدف قرار داد. رسانه‌های عبری از کشته شدن 23 نظامی صهیونیست در درگیری‌های هفته گذشته خبر دادند. جلوگیری از سوء استفاده در تصادفات رانندگی با کروکی الکترونیک، کاهش خطا و زمان انتظار و افزایش شفافیت در رسیدگی از مزایای ترسیم نقشه الکترونیکی صحنه تصادفات است. همون لحظه پیامک برای طرفین میره و یک سریال کروکی داریم. ما با همین شماره سریال مراجعه میکنم بیمه و خسارتشون رو میگیرم. و در میز اقتصاد بررسی میکنیم قانون جدید چک چگونه توانست آمار چک های برگشتی را به نصف کاهش دهد. چه بخشایی از این قانون همچنان بر زمین مانده یا به درستی اجرا نمیشود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روز شما بخیر باشه هموطنان گرامی و محترم. دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 14 ما را همراهی بفرمایید. رئیس جمهور توجه به اقتصاد دریا محور و توسعه سواحل مکران را از راهکارهای دولت برای پیشرفت متوازن کشور اعلام کرد. آقای پزشکیان در دیدار اعضای شورای راهبردی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به نگاه ویژه دولت به جنوب شرق کشور گفت این استان با قرار گرفتن در مسیر بین المللی راهگذر شمال جنوب و همجواری با منطقه راهبردی مکران از ظرفیت‌های زیادی برای پیشرفت کشور برخوردار است. رئیس جمهور تاکید کرد تمرکز زدایی از تهران و هدایت منابع و جمعیت به سمت خلیج فارس از راهکارهای مهم برای حل مشکلات اقتصادی کشور است. آقای پزشکیان، استفاده ی حد اکثری از ظرفیت مرزها را در موضوع خنثی‌سازی تحریم‌ها بسیار مؤثر دانست و گفت دولت در این زمینه اختیارات ویژه به استانداران استانهای مرزی داده است. رئیس جمهور در ادامه توجه ویژه به مشکلات سیستان و بلوچستان و پیگیری مداوم آن را جزو برنامه‌های دولت برشمرد و بر میدان دادن به نخبگان و مدیران توانمند فارغ از دستبندی قومی و مذهبی تاکید کرد. در ابتدای این جلسه هم اعضای شورای راهبردی سیستان و بلوچستان گزارشی از ظرفیت‌ها، منابع و نیازهای این استان ارائه کردند. تأکید رئیس قوه قضاییه بر برخورد قاطع با افرادی که به هر طریقی با عوامل حادثه تروریستی اخیر سیستان و بلوچستان همکاری کردند. آقای محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه از مردم هم خواست برای پیشگیری از این گونه حوادث با نیروهای امنیتی و انتظامی همکاری کنند.
من همینجا از مردم عزیزمون هم درخواست میکنم که هر حرکت مشکوکی را که از احیانا افراد مزدور و افراد تروریست و وابسته احیانا به جریان ها و دشمنان خارجی ما مشاهده میکنن، به مسئولین زیربط اطلاع بدن، به وزارت اطلاعات، به خود فراجا، به سازمان اطلاعات سپاه، جایی که دستشون رسه به قوه قضاییه اطلاع بدن، به مسئولین زیربط اولا اطلاع بدن، ثانیاً مراقب باشن که حتی فریب اونها رو نخورن، یه وقت جایی رو در اختیار اونها قرار ندن، وسیله رو در اختیار اونها قرار ندن، به نحوی از اونها انها به اونها کمک نکنن. هر نوع کمکی به این تروریست ها به هر شکلش، به هر نوعش، به هر میزانش، اینها مجازات داره، اینها جرمه و اینها به نحوی از انها شریک در اون جنایت هستن. رئیس دستگاه قضا همچنین دستور داد با برهم زنندگان امنیت جامعه، به خصوص افرادی که پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به حریم ایران در فضای مجازی اقدام به جوسازی می کنند، قاطعانه برخورد شود. اونهایی که احیانا وابسته به بیرون هستن، وابسته به دشمن هستن، شناسایی بشن توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی و به قوه قضاییه معرفی بشن. اونهایی که احیانا از روی غفلت کار را انجام میدن، خب تذکر داده بشه، هشدار داده بشه، انذاری باشه. اگر متنبه شدن، اگر چنانچه حرف خودشون اصلاح کردن، عمل خودشون اصلاح کردن، خب فبه ها. اگر نکردن، همون هارم را باز به حسبه اقدامات مقتضی در موردشون صورت بگیره. اگر لازمه باز به قوه قضاییه معرفی بشن. اگر کارکنانی هستن نسبت به نیروهای حکومت هستن، در جایی هستن، ممکنه پیدا بشن اونها هم. اونها علاوه بر معرفی به دستگاه قضایی، ممکنه که اقدامات انتظامی هم باید در موردشون انجام بشه. وداع با شهدای راه قدس. شهدای پدافند هوای ارتش با حضور مردم و مسئولان در کرمانشاه، ماهشهر، بروجرد و شهریار تشییع شدند. همچنین در شهرهای مشهد، زاهدان و شیراز آیین تشییع پیکر شهدای حمله تروریستی تفتان برگزار شد. خوش اومدی شهید من، رو سفید شد شهید روز، مهدی نقوی شهید راه وطن، جوان بروجردی اعلان به جای خود. امروز میدان به احترام اون نواخت و حماسه سود. ببر بیان کرده چون رستم به تن، ارتشیم، ایرانیم، حافظ خاک وطن. مهدی نقوی فرزند این آب و خاک رفت تا میهن از هر گزندی ایمن بماند. مثل حمزه جهاندیده ماهشهری، شهیدی که امروز فرزند شیرخوارش با او ودا کرد. باز دختر کوچولوی شیرخواری که دو ماهشه. بابای عزیزکم، تو همیشه پیش خودم میمانی. هموطنان دفاع میخواستن. خوشحالم که همسرم تونست پر افتخار از این دنیا بره. محمد مهدی شاهرخی فر هم از دیار دلیران خوزستان است. او هم شهید راه وطن شد. این تصاویر امروز کرمانشاه است که مردم جوان با غیرتشان را تشییع کردند. سجاد منصوری که چند روزی است فیلمی از او دست به دست می شود. جان من، این خانه را ما باید بسازیم، با عشق مهر خود آباد بسازیم. او خواب را از چشمانش دور کرد تا آرامش مردم بماند. و این هم وداع با شهید الله وردی رحیم‌پور، شهید غیر نظامی حمله رژیم صهیونیستی که امروز در نسیم شهر شهریار تشییع شد. ما همیشه پشت همدیگه هستیم، جواب محکمی به اسرائیل حتما میدیم. امروز شهرهای دیگر ایران هم میزبان شهدای حادثه تروریستی تفتان بود. شهدایی که هدف حمله گروهک جیش و ظلم قرار گرفتند. گروهکی که با صهیونیست ها
تقسیم کار کرده بود. دپاس کشور خرابتم، جانم فدای رهبرم هنن، برای مردم خدمت کردن، جونشونو برای راه امام حسین و خدا دادن. دشمنان بدانند که خون این شهدا وحدت استان سیستان و بلوچستان، وحدت شیعه و سنی را بیشتر و بیشتر خواهد کرد. امام و شهدا دلو میبره شهر و بلا. اگه 100 تا پسر دیگرم داشته باشم به خدا قسم راضیم در راه اسلام انقلاب و رهبر فدا کنم. شکر میکنم که همچین فرزندی رو تونستم تربیت کنم. تقدیمش کردم به شهدا، تقدیمش کردم به رهبر، تقدیمش کردم به میهن. بچه هم در راه انقلاب بید، انقلابی بید، هدیه کردم به رهبر معظم انقلاب. اردوش بود شهید، جمعش میگفت شهید میشه. این راه بدون رهرو نیست، بدون رهرو نمیماند. شهادت افتخار مردم این سرزمین است. محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما. معاون اول رئیس جمهور بر ایجاد بیشترین ارزش افزوده از فروش دارایی‌های مازاد دولتی تأکید کرد. آقای عارف در نخستین جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌ها در دولت چهاردهم همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را مکلف کرد از همه فرصت‌ها و امکانات قانونی برای ارزش افزایی دارایی‌های مازاد دولتی استفاده کنند. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مسئولیت دولت در قبال هر ریال حاصل از فروش اموال دولتی گفت مسئولان همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها باید با تسریع در تعیین تکلیف این اموال درآمد حاصل از واگذاری آن را برای کمک به طرح‌های پیشرفت کشور به کار گیرند. کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور عصر امروز در کمیسیون تلفیق به رأی گذاشته می شود. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، گزارش کلیات این بخش از لایحه فردا در صحن مجلس بررسی خواهد شد. آقای زاره درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه 1404 گفت مطابق بودجه حقوق افراد مجرد فاقد فرزند در سال آینده 20% رشد می کند. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق افراد متأهل به ازای هر فرزند ضریب افزایش حقوق خواهند داشت که تا 5 فرزند این رشد به 45% میرسد. امروز ما بیشتر رفتیم روی بحث احکام و تفسیرهای بودجه مثل حقوق دستمزد، حداقل حقوق پایان، حالا اون بحث حقوق بازنشستگان و متناسب سازی بازنشستگان، اون مبلغی که دولت در لایحه دیده، بحث کشاورزی به ویژه، بحث پرداخت هم مطالبات گندمکاران و پیشبینی برای سال آینده، بحث سلامت، بحث مسکن، حمل و نقل، مالیات تولید، مستمری حالا کمیته امداد و بهزیستی و خانواده معظم شهدا، بحث هدفمندی یارانه ها، بحث انرژی، اون 17 تبصره‌ای که در بودجه بود، بحث چند نرخی بودن ارز رو که حالا بحث هم نرخ ترجیحی و یه نرخ هم باشه تقریبا نزدیک بازار توافقی باشه و این چند نرخی که وجود داره، این چند نرخ تقریبا تبدیل بشه با یک حرکت گام به گام با دو نرخ و اون ثبات نرخ ارز برای سال آینده. سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه بودجه از استمرار تخصیص ارز ترجیحی در سال آینده خبر داد. خانم خانلو گفت سیاست دولت تک نرخی کردن نرخ ارز و تعدیل ارز ترجیحی بر اساس تورم است. هر چقدر ما تعدد نرخ ارز داشته باشیم به همون میزان هم آسیب در واقع به اقتصاد وارد میشه، هم آثار مالی جبران ناپذیر و هم اساساً تورم‌زاست. یعنی سیاست اساسی دولت که از ابتدا هم اعلام شده حذف این تعددهای نرخ ارز و حرکت به سمت نرخ ارز واحد هستش. سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه همچنین ضمن اعلام اینکه منابع لازم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه 1404 دیده شده است گفت حقوق کارکنان دولت در سال آینده بین 20 تا 45% افزایش می‌یابد.
خانم خانلو خبری برای گندمکاران هم داشت که همه مطالباتشان تا پایان امروز به حسابشان واریز می شود. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با وزرای خارجه عمان و انگلیس تاکید کرد ایران تجاوز رژیم صهیونیستی را بی پاسخ نمی گذارد. بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان در گفتگوی تلفنی با آقای عراقچی اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران دانست. دو طرف همچنین بر تداوم رایزنی‌ها برای توقف تجاوزات رژیم اشغالگر و کمک به مردم بی‌پناه غزه و لبنان تأکید کردند. وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی وزیر خارجه انگلیس خواهان توقف حمایت‌های تسلیحاتی و سیاسی از رژیم صهیونیستی شد. آقای عراقچی در پاسخ دیوید لامی وزیر خارجه انگلیس که خواستار خویشتنداری همه طرف‌ها شد گفت ایران در اعمال حق ذاتی و قانونی خود برای دفاع از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی طبق اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل و منشور ملل متحد تردید نخواهد کرد. وزیر خارجه کشورمان همچنین بر ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت برای محکوم کردن اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و پاسخگو کردن این رژیم تأکید کرد. اما حملات هواپیماهای جنگی ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف در جنوب و شرق لبنان ادامه دارد. در یکی از این حملات منطقه مسکونی هارت سایدا در 40 کیلومتری بیروت پایتخت لبنان با چندین موشک مورد حمله قرار گرفت. با خبرنگارانمون در محل این رویداد گفتگو میکنیم. آقای حسینی بای خدمت شما سلام عرض میکنم. در این حمله بفرمایید چه تعدادی از شهروندان لبنانی شهید و مجروح شدند؟ سلام، من در شهر سیدا هستم، دروازه ورودی به جنوب لبنان هست، دقیقا همون ساختمانی است که مورد حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بوده، یک ساختمان مسکونی بوده. من بذار بهتر بهتون نشون بدم این حملاتی که صورت گرفته و تخریب‌هایی که صورت گرفته رو میتونید به راحتی مشاهده کنید. گفتم یک ساختمان مسکونی بوده که اینجا خانواده زندگی میکرد. 8 شهید و حدود 15 نفر مجروح شدند در این حمله که به این ساختمان مسکونی در شهر سیدا انجام شده. شما به راحتی میتونید مشاهده کنید که یک زندگی اینجا در جریان بود، یعنی خانواده اینجا در زندگی میکردن. این یه واحدش بود. واحد دیگه هم اون برم نگاه کنید به همین نفع هست که در واقع مشاهده میکنید. شهر سیدا که در جنوب لبنان است کمتر مورد حملات رژیم صهیونیستی بود. یک حمله تقریبا 20 روز پیش بود که اونجا یک ساختمان چند طبقه مورد حمله قرار گرفت که 150 نفر زندگی میکردن. تو اون ساختمان 75 نفر در واقع شهید شدن. این دومی حمله است که به شهر سیدا داره صورت میگیره. این نشون میده که بعد از سور، بعد از نبتیه، حالا کم کم رژیم صهیونیستی روی آورده به کشتار مردم، اونم در شهر سیدا. این نکته هم عرض کنم که بیش از 1,400,000 نفر از مردم لبنان در طول مدت این تجاوزات رژیم صهیونیستی آواره شدن. بیشتر آواره ها در مدارس هستن، در مدارسی که در لبنان هست، در خود حتی همین شهر سیدان به همین نفع اکثر مدارس جنوب لبنان تعطیل شدن و آوارها در اونجا اسکان داده شدن. بله، خیلی ممنونیم از شما آقای حسینی بای. خب همراه هستیم با آقای دلاوری، دیگر همکار خبرنگارم که در سور مستقر هستند. آقای دلاوری خدمت شما سلام عرض میکنم. حزب الله 6 تجمع نظامیان صهیونیست رو در نوار مرزی جنوب شرقی لبنان و شمال شرقی سرزمین های اشغالی با سلاح‌های سنگین هدف قرار داده. شما برای ما بگید اهداف عملیات حزب الله از صبح امروز تا الان چه مناطقی بوده و اینکه بفرمایید چه تلفات و خسارات هایی به نظامیان صهیونیست وارد شده؟ بله سلام، درگیری در نقطه صفر مرزی نسبت روزهای گذشته کمتر به نظر می رسید. در این حال
دهمین بیانیه حزب الله لبنان هم منتشر شد که چند تجمع در ورودی مرز به لبنان رو مورد هدف‌های راکتی و موشک الماس خودش قرار داده. گفته میشه که دست کم از صبح تا الان 5 صهیونیست در نقطه صفر مرزی به هلاکت رسیدن. غیر از این حزب الله مناطقی در عمق سرزمین‌های اشغالی به ویژه یک ساعت قبل منطقه کارخانه صنایع نظامی یوتیفات در اطراف عکا رو مورد هدف قرار داد. دیروز هم دو مرحله همونجا هدف قرار گرفت، به ویژه کارخانه صنایع قطعه‌سازی هواپیماهای جنگی این رژیم. کریات شمونه هم باز امروز هدف قرار گرفت و حتی شهردار کریات شمونه که یک ماه پیش اعلام کرد عملا شهر باید تخلیه بشه، به باقی مانده کسایی که اونجا هستن هم اعلام کرده که اینجا ناامنه. به ویژه 1,000 تا 2,000 نفر گفته میشه که نظامیان صهیونیست اینجان. اونجان البته بمباران مناطق جنوبی لبنان، به ویژه اینجایی که ما هستیم یعنی پشت سر با منطقه مرکزی شهر سور هستند، یک ساعت پیش ادامه داشت و گفته میشه که احتمالاً این حملات اینجا شدت بگیره، حملاتی که به علت بی دستاوردی رژیم صهیونیستی در میدان صورت میگیره. اتفاقاً ما درباره حملات رژیم صهیونیستی گزارشی تهیه کردیم که ما بعد نیست که این گزارش رو با اتفاق جناب علی و همیهنان عزیزمون ببینیم. یلا یلا زود باشید بچه‌ها، زود باشید، همه جا رو بگردید. علی بودیم. فریادش روی آوارها و میان آتش و دود برای آن است تا با سرعت دهی در امدادرسانی شاید کسی زنده پیدا شود، حتی با کمک سگ‌های زنده یاب. اما گویا تقدیر جور دیگری رقم خورده. حجم دمار کتیر ویرانی ناشی از بمباران بسیار زیاده. پیکرها زیر آوارن و بعیده کسی زنده مونده باشه. البته قتل عام در روستای ما یعنی قانا یه سریال قدیمی و ادامه داره. منظور رئیس شورای قانا سال 1996 هست، زمانی که 800 نفر از مردم به مقر یونیفل پناه میبرند، اما در آنجا صهیونیست ها بمبارانشان میکنند، کشتاری که نتیجه اش میشود 106 شهید. قسمت دیگر جنایت قانا سال 2006 یا همان جنگ 33 روزه رقم میخورند. وضعیت اینجا رو ببینید به چه صورته. همه یه همسایه ها داخل این خونه جمع شده بودن. بچه ها الان همه زیر آوار هستن. این دومین باریه که اینجا رو دارن بمباران میکنن. این بار هم مادران عزادار کودکانی همچون عباس و 37 نفر دیگر می شوند. حالا صهیونیست ها در سال 2024 این گونه روی مردم بی‌دفاع قانا نمایش قدرت می دهند. تو این بمبارون حداقل 10 نفر شهید شدند، از زن و بچه گرفته تا بزرگسال. سید حسن نصرالله به ما یاد داد از این بمباران ها نترسیم. ما در هر شرایطی در خدمت مجروحان مردم و مقاومت هستیم، حتی اگر آسیب ببینیم. این جنایت ها از سوی رژیم صهیونیستی چندان غیر عادی نیست، به ویژه وقتی که اونها در رویارویی مستقیم با رزمندگان حزب الله در نقطه صفر مرزی ناتوان میشن. معمولا حملات خودشونو روی مناطق مسکونی تشدید میکنند. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، مرز لبنان و سرزمین های اشغالی، قانا. خب میریم به اتفاق به شرق لبنان، جایی که حملات هواپیماها و پهپادهای رژیم صهیونیستی به این منطقه در یک سال جنگ به حدود 1,000 بار رسیده. آقای مهتری به شما سلام میکنم، خدا قوت. برای ما بفرمایید حملات رژیم صهیونی بیشتر به کدام مناطق در شرق لبنان بوده و حالا معلومه که چقدر از اهداف رژیم صهیونیستی مسکونی و غیر مسکونی نظامی بوده؟
خدا. سلام به شما و بینندگان عزیز. خب از آخرین حمله رژیم صهیونیستی به منطقه شرق لبنان شروع میکنم. اون هم حمله به یک منزل مسکونی که صبح امروز انجام شده. در پی این حمله یک نفر شهید و دو نفر زخمی شدند. اعلام شده دو نفر زخمی کودک هستند. خب رژیم صهیونی در منطقه عدوس یک خودروی ون مسافربری رو هم هدف قرار داد. در پی اون سه نفر به شهادت رسیدند. با این شهدا تعداد شهدا از ابتدای حملات رژیم به شرق لبنان به 435 نفر رسید و حدود 1000 نفر در پی این حملات هم زخمی شدند. خب بعد از هشدار حزب الله برای حمله به 25 شهرک و شهر در شمال سرزمین‌های اشغالی و عملیاتی شدن وعده جبهه مقاومت، شاهد بودیم که مناطق شرق لبنان مثل سایر شب‌های دیگر هدف جنگنده‌های رژیم صهیونی نبود. خب در شب‌های قبل به صورت مستمر بین 7 تا 12 حمله توسط رژیم صهیونیستی به نقاط مختلف شرق لبنان انجام می‌شد. شب گذشته هیچ حمله‌ای ما نداشتیم. البته دیروز بعد از ظهر حملات بود، امروز صبح حملات هست، فقط دیشب بود که منطقه آروم بود. خب با این حال وضعیت در این مناطق خب عادی نیست و احتمال افزایش حملات هست. ما تو این چند روز شاهد بودیم مناطقی که مورد هدف رژیم صهیونی قرار می گرفت، منازل مسکونی، انبار مواد غذایی، انبار غلات و انبار علوفه بوده. غیر نظامیان هدف قرار می گرفتند. در کنار اینها ماشین ها و خودروهای افراد و مسافربری هدف قرار می گرفتند. در کنار اون مرزهای بین لبنان و سوریه هم هدف جنگنده ها قرار گرفت. 4 مرز ما در اینجا شرق لبنان با سوریه داریم که این 4 مرز به دلیل اینکه جنگنده های رژیم صهیونیستی اون رو مورد هدف قرار دادن دیگر قابل استفاده نیست. خب قبلا هم هدف قرار می گرفتند ولی مسیرها رو قطع می کردند که خودروها تردد نداشته باشند و کمکی به شرق لبنان و خود لبنان نرسه. ولی حملات اخیرشون اتاقک های نیروهای امنیتی و حتی گمرک هم هدف قرار گرفت و عملا تردد افراد رو هم از مرد غیر قابل کرد. بله خیلی ممنونم از شما آقای سجاد مهتری و همطور تشکر میکنم از هر سه همکارم، آقایان حسینی بای، میثم دلاوری و آقای سجاد مهتری که از آخرین خبرها از لبنان برای ما گفتند. برنامه وزارت کشور ارتقاء قوانین مدیریت شهری است. آقای مؤمنی در جمع استانداران از بی‌ثباتی مدیریتی در شهرها و تغییر پی در پی قوانین خدمات شهری انتقاد کرد و گفت استانداران باید بر امور شهری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پیوسته نظارت کنند. شما داریم انجام میدیم که انشالله برای همین انتخابات شورای آینده قانون در اولویت اول مدیریت شهری و روستایی تثبیت بشه. و ما نمیگیم استاندار یا وزیر کشور باید شهردار رو انتخاب کنن، نه، خود شهردار خود شورای شهر انتخاب بکنه. ولی اینکه نمیشه کسی رو خودتون انتخاب کردی 6 ماه بعد عوضش بکنی، هر 6 ماه، هر 1 سال. داریم یک شهری در مرکز استان که در عرض 4 سال 4 تا در واقع شهردار عوض کرده، حالا سرپرستار رو اگر کنار بذاریم با هیچ اصول مدیریتی جور در نمیاد. وزیر کشور همچنین از استانداران خواست شرایطی را فراهم کنند که تولید کنندگان، کارآفرینان و سرمایه گذاران هر زمان خواستند بتوانند به بالاترین مقام یا مسئولان استانداری دسترسی داشته باشند. وزارت سمت به زودی طرحی را برای حمایت از صنعتگران به هیئت دولت می‌برد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان اقتصادی از برنامه دولت برای حمایت از تولید و صنعت سخن گفت.
وزیر سمت در جمع فعالان اقتصادی نشست با وزیر فرصتی شد تا صنعتگران و بازرگانان از دغدغه‌های تولید و تجارت بگویند. نرخ استهلاک عمومی بخش صنعت از نرخ سرمایه گذاری در بخش صنعت پیشی گرفته. در مسائل تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی مخصوصا در موضوع خرید ماشین‌آلات برای ثبت سفارش مشکلات بزرگی دارند. ناترازی انرژی چالش دیگری بود که تولید کنندگان راهکارهای حل آن را از وزیر سمت مطالبه کردند. مشکل برق پیدا می‌کنین، میان واحدهای صنعتی رو در حقیقت برقشون رو قطع می‌کنن، نه تازه طبق برنامه. به ما میگن دوشنبه کارخونه شما برق نداره، بعد یهو می‌بینیم سه‌شنبه هم خاموشه. مالکیت اون انرژی که تولید میشه یا به هر تقدیر جلوی اتلافش گرفته میشه در اختیار خود سرمایه‌گذار باشه و این سرمایه‌گذار به نوعی اختیار فروش محصول خودش رو که اینجا انرژی هست رو به متقاضی داشته باشه. شما برقی که خودتون تولید کنید در اختیار خودتون باشه، چه فروشش چه مصرفش، ولو اینکه رو شبکه دولت باشه. اینها رو شورای امنیت و دولت تضمین میده. به گفته آقای عطابک، وزارت سمت تمهیداتی را برای افزایش تراز تجاری کشور فراهم کرده است. ارمنستان دوستانی که فعالن میدونن که الان یه حجم تقریبا 3-4 برابری ما نسبت به پارسال پیدا کردیم. با وزیر صنعت تجارت ازبکستان هم قدم اول 10 تا کالای اولویت دار رو امضا کردیم. قرارم شد که 50% شما تعرفه کم کن، 50% ما کم میکنه. بهرامی، خبرگزاری صدا و سیما. دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامه ای از کاهش 50% شهریه دانشجویان پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی خبر داده. در این بخشنامه آمده دانشجویان می توانند در صورت سپردن تعهد خدمت به صورت محضری که حداقل از 3 سال کمتر نخواهد بود از کاهش 50% شهریه استفاده کنند. خب حالا گفتگو میکنم با سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی آقای قربانی. خدمت شما سلام عرض میکنم، خدا قوت. درباره جزئیات این طرح برای ما بگید و اینکه خدمت در این طرح شرایط خاص جغرافیایی هم داره و شامل همه ورودی ها میشه یا خیر. یک اشاره هم بفرمایید به اینکه با توجه به کاهش شهریه چه تعهداتی برای دانشجویان علوم پزشکی در نظر گرفتید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و همه بینندگان عزیز و محترم سلام عرض کنم. همونطور که مستحضرید، نظر به مسئولیت اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی که متضمن همکاری با وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هست در حوزه پزشکی و به ویژه پزشکی خانواده و به منظور حمایت از پذیرفته شدگان رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1403، صرفا ورودی های 1403 که خب و دانشگاه به دنبال تأمین نیروی مورد نیاز و کادر درمانی در سراسر کشور هست، مقرر گردید برای این در حمایت از این پذیرفته شدگان 50% از شهریه کاهش پیدا کنه. با این شرایط که مطابق این طرح دانشجویان عزیزی که علاقمندند به صورت اختیاری اقدام بفرمایند و که حداقل 3 سال طول میشه، تقریبا میشه گفت برابر با نیمی از دوره تحصیلی خودشون، یعنی 50% که ما کاهش شهریه داریم، از اون طرف هم 50% از دوره سنوات تحصیلیشون، دوره تعهد خدمتشون هست در مناطقی که مورد نیاز دانشگاه آزاد اسلامی. این دانشجویان عزیز به واحدهای دانشگاهی که پذیرفته شده مراجعه می‌فرمایند و تعهد خدمت میدن و در اون مناطق مورد نیاز و مراکز مورد نیاز دانشگاه آزاد اسلامی بعد از اتمام دوره تحصیلشون ارائه خدمت میکنن. حقوق و مزایای این بزرگواران بر اساس بخشنامه‌هایی که وزارت بهداشت و درمان در رابطه با دانش آموختگان دوره‌های تعهد خدمت هست پرداخت خواهد شد و عرض کردم کاملا اختیاری است و دانشجویان که علاقمندم مراجعه بفرمایند به واحدهای دانشگاهی. خب نکته این هست که
دانشجویی که در دوره دستیاری قبول شد چی؟ این تعهد خدمت موکول میشه بعد از اتمام دوره در واقع طرح و دوره دستیاری و احیانا سربازی. خب یعنی اینکه این امکان فراهم شده دانشجویانی که اگر بعد از اتمام دوره پزشکی یعنی دوره 6 ساله شون در دوره های دستیاری پذیرش شدن، این تعهد خدمت برای اینکه رعایت حال این عزیزان بشه به بعد از اون موکول خواهد شد. بله آقای قربانی، دانشجویان علوم پزشکی به افزایش 3 برابری شهریه اعتراض داشتن، چرا این افزایش در دفترچه آزمون سراسری قبل از اون لحاظ نشده بود؟ عرض کنم ببینید، اساسا آموزش پزشکی در کشور بسیار بسیار پرهزینه است، مخصوصا برای دانشگاه آزاد اسلامی که از امکانات دولتی و بیمارستان‌های دولتی بی بهره است و ما برای اینکه آموزش در حوزه عرصه و بالین رو به خدمت بگیریم حتما بایستی هزینه‌های اون رو پرداخت کنیم. مستحضر هستید که 2.5% پذیرفته شدگان دوره‌های دستیاری در 2.5% برتر دوره‌های دستیاری از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی هست و ما همین امسال 10 نفر المپیاد پزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی هست. بنابراین حفظ این کیفیت بسیار بالای آموزش پزشکی حتما هزینه بر هست، اساسا در کشور پر هزینه هست. در این مورد اینکه در دفترچه ثبت نشد، در هیچ یک از سنوات گذشته در دفترچه در واقع کنکور ثبت نمیشه، بنابراین این مسئله اینجور نیست که مثلا پارسال هم ثبت نشده، سالهای گذشته هم در سنوات گذشته هم ثبت نشده. یعنی آقای دکتر یک دفعه تصمیم گرفتین که افزایش در واقع شهریه رو اعمال بکنید؟ نه، تصمیم ما در رابطه با افزایش شهریه و در اختیار هیئت محترم امنای دانشگاه آزاد اسلامی هست که وزیران محترم علوم تحقیقات و فناوری، وزیر محترم بهداشت و سایر شخصیت‌های حقوقی که طبق اساسنامه دانشگاه آزاد در اونجا حضور دارند. بله. این تصمیم در اوایل تابستان تصمیم گرفته شده بود و عرصه‌ای که مراجع مرتبط و ذی‌صلاح هم مستحضر و مطلع بودند. اینکه بعضی از دانشجویان عزیز می‌فرمایند که خب در دفترچه این در سنوات گذشته در دفترچه، یعنی شما سال گذشته یا سال‌های گذشته در هیچ کدام یک از سنوات گذشته درد نشده بود، امسال هم به تبع. خب حالا تصمیم گرفته شد که بله، اولا دوستان دانشجویان عزیزی که علاقمندن از با سپردن تعهد خدمت در مراکز مورد نیاز دانشگاه بعد از اتمام تحصیل اقدام بفرمان، از 50% شهریه در واقع کاهش پیدا میکنه. ممکنه دانشجوی علاقمند نباشه از این امکان بهره ببره، خب از وام دانشجویی که بخش قابل توجه از شهریه اون رو در برمیگیر استفاده کنه، از کار دانشجویی که به تبع اون تخفیف شهریه اتفاق بیفته استفاده کنه، یا از تقسیط استفاده کنه، یا نه اگر علاقمند بعد از اینکه معلوم شد بله، در رشته محل دیگری غیر از این بله، در موقع پزشکی قبول شد، در اون هم میتونه استفاده کنه و جابجایی اتفاق بیفته بر اساس روابط و قوانین و مقررات. بله، تشکر می‌کنیم از شما. ممنونیم از شما آقای دکتر قربانی، سخنگوی محترم دانشگاه آزاد اسلامی که با خبر نیمروز ما رو همراهی کردید. خبرها رو پی می‌گیریم. مراسم تشییع پیکر حجت الاسلام صباحی امام جمعه شهید کازرون برگزار شد. حجت الاسلام محمد صباحی 4 روز پیش پس از اقامه نماز جمعه هدف تیراندازی یک فرد قرار گرفت. معاون نظارت بانک مرکزی گفت بانک‌ها تا 1 هفته فرصت دارند تراکنش‌های غیرعادی را گزارش کنند. به گفته آقای محمدپور، تراکنش‌های مشکوک موجب اختلال در نظام پولی و ارزی کشور شده است. امشب آخرین فرصت ثبت نام خودروهای وارداتی است. متقاضیان تا آخر امشب می توانند در سامانه یک پارچه فروش خودروهای وارداتی ثبت نام کنند. مبالغ بلوکه شده از فردا قابل برداشت است. قرعه کشی 4 آبان برگزار می شود.
با ورود دستگاه قضایی محموله 2000 تنی برنج وارداتی در بازار عرضه شد. رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت در پی گزارش‌های رسیده به دستگاه قضایی استان مبنی بر کاهش عرضه برنج در فروشگاه‌های کشور، دو هفته پیش در صدور ترخیص این محموله برنج صادر شد. جلوگیری از سوء استفاده در تصادفات رانندگی با کروکی الکترونیک، کاهش خطا و زمان انتظار و افزایش شفافیت در رسیدگی از مزایای ترسیم نقشه الکترونیکی صحنه تصادفات است. اولین کروکی تصادف در سال 1305 کشیده شده، آن هم برای تصادف درویش خان، موسیقیدان ایرانی. تا همین زمستان سال گذشته هم کروکی‌ها دستی بود و بر روی کاغذ ثبت می‌شد، تا اینکه با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی نرم افزار ترسیم کروکی الکترونیک طراحی و تولید شد. دادن از سرور پلیس میره برای بیمه مرکزی. در حال حاضر 5000 دست افزار طراحی کروکی الکترونیک در اختیار کارشناسان تصادفات قرار گرفته و برای تصادفات جرحی، فوتی و خسارتی بالای 40 میلیون تومان حتماً باید کروکی الکترونیک ترسیم بشه. خیلی وقتا مبلغ خسارت زیر 40 میلیونه، تا حتی 2 میلیون 3 میلیون هم داریم و کمتر. من تو طرفین تصادف قبول ندارن که کدوم فرد در تصادف مقصر هست. همکاران من بر اساس وظیفه اونجا حاضر میشن، تعیین تقصیر رو انجام میدن. برای به تصویر کشیدن نحوه ترسیم کروکی الکترونیک به یک حادثه تصادف رفتید. پارک کردید شما؟ بله. داشتم پارک میکردم، ایشون از سر پیچ پیچیدن و تشریف آوردن. چرا این بار نخورد؟ در زمان ترسیم کروکی الکترونیک تمام اطلاعات طرفین تصادف ثبت میشه. پلاک ها وارد می‌کنیم. استرام میگیم تصادف های قبلیش به ما نشون میده تا چندین سال که کروکی شده در هر نقطه از ایران ما میتونیم ببینیم. تصادف صحنه سازی قشنگ میشه شناسایی کرد. نقاط آسیب دیده رو هم امکان وارد کنم. اینجا میتونیم تیک بزنیم یا نه، یا با دوربین عکس بگیریم. همون لحظه پیامک برای طرفین میره و یک سریال کروکی داریم ما. با همین شماره سریال مراجعه میکنن بیمه و خسارتشون رو میگیرن. و اما مدارک لازم برای مراجعه به ادارات بیمه. طرفین به اتفاق هم وقتی مراجعه کنن، خب هر کسی مدارک خودش دستش است، اما اگر یکی از طرفین حضور نداره، گواهی نامه و در واقع کارت خودروی طرف مقابل هم در اختیار فرد قرار میگیره، با اون میره و تشکیل پرونده رو انجام میده. همچنین اطلاعات کروکی های الکترونیک به صورت برخط در مرکز داده راهبر هم ثبت و تحلیل میشه. نقاط حادثه خیز، چالش های هر کدوم از معابر و راه ها و اقداماتی که باید انجام بشه رو مرتجع تحلیل قرار میدیم که اون عامل انسانی، عامل راه، عامل وسیله نقلیه هم از تو دل اینا بتونیم در بیاریم. خروجیش میشه اون مدیریت بهتر برای کاهش تصادفات. اعلام پلیس در 6 ماهه ابتدایی امسال روزانه حدود 2700 کروکی الکترونیک برای تصادفات ترسیم شده. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما. رئیس جمهور در دیدارهای جداگانه با اعضای مجمع نمایندگان استانهای قزوین، گلستان، کرمانشاه و اعضای فراکسیون شمال غرب کشور ضمن شنیدن دیدگاه نمایندگان گفت دولت در لایحه بودجه که در موعد مقرر به مجلس داده اعداد و ارقام را واقعی دیده تا در آینده کسری بودجه و یا موضوعاتی نظیر مشکل پرداخت مطالبات گندمکاران و بازنشستگان پیش نیاید. آقای پزشکیان افسود امروز باید از ظرفیت کشورهای همسایه برای ایجاد بازارهای مرزی مشترک و سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف استفاده شود. رفع ناترازی در بخش‌های مختلف با هدف حمایت از قشرهای کم برخوردار و کمک به رونق تولید هم بخش دیگر صحبت‌های رئیس جمهور بود. رئیس جمهور همچنین با اشاره به ناکامی رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهدافش در منطقه، از تلاش‌های دیپلماتیک رئیس مجلس و وزیر امور خارجه در روزهای اخیر قدردانی کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضور در دفتر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در تهران و تسلیت شهادت یحیی السنوار، جبهه مقاومت را پیروز تقابل با صهیونیست‌ها و حامیانش دانست. میدان امروز داره وضعیت مقاومت رو نشون میده.
دشمن صهیونیستی پس از یک سال و اندی از اهداف خودش باز مانده است و آثار عجز از تسلیم و شکست ملت فلسطین، مقاومت فلسطین، مقاومت لبنان در گفتار و رفتار و چهره او آشکار است. حتما شهید سنوار امروز از برادر عزیزمون جناب آقای سنوار پیامش نافذتر، جهادش مؤثرتر و تأثیرش بر جریان مبارزه مردم فلسطین پایدارتر خواهد. آقای احمدیان همچنین به اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در حمله به برخی نقاط نظامی در استانهای تهران، ایلام و خوزستان هم واکنش نشان داد. خود اونها امروز در داخل خودشون دارن بیان میکنن که آثار این عملیاتی که اونقدر در مورد اون لاف میزدن چه بوده و چه تأثیری داشته است. حتماً این عملیات تأثیر اندکی هم بر توان نظامی که بیشتر در این عملیات هدف قرار گرفت نداشته است و کماکان قدرت و قوت جمهوری اسلامی باقی است. قابی دوگانه از رویدادی مشابه، معیاری برای مقایسه قدرت رزم و توان پدافندی ایران و رژیم صهیونی. یکی با مشت آهنین به روایت تصاویر واقعی و دیگری با مشت خالی و استناد به عکس جعلی. دفتر یو آف گالانت این تصویر را از مقر زیرزمینی ارتش اسرائیل در جریان حمله به ایران منتشر کرد که در آن یک صفحه نمایشگر تصویری از حمله را نشان می‌دهد. اما تصویر مربوط به آتش‌سوزی پالایشگاه تهران در سال 2021 است. در همین چارچوب ارزیابی عملیات اخیر رژیم صهیونی در ایران موضوع برنامه جهان امروز شد با نقد دو کارشناس غربی. گیلبرت داکتورو نویسنده و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از بلژیک و گفتگو دوممون با آقای فیلیپ جرالدی افسر عملیاتی سابق CIA در خاورمیانه. عملیاتی برای قدرت نمایی تل‌آویو که به گفته کارشناسان ضعفشان را نمایان کرده. حملاتی که به ایران انجام شد نشان داد که اسرائیل محدودیت و ضعف‌های جدی دارد. هواپیماهای اسرائیلی حتی نتوانستند به حریم هوایی ایران نزدیک شوند و وارد آن شوند. آنها آسیب‌های بسیار محدود و جزئی به برخی انبارها و ساختمان‌ها وارد کردند که روی زمین بودند. بی بی سی در گزارشش تصاویری منتسب به این حمله را پخش کرد، اما تصاویر پخش شده واقعیت دیگری را نشان می‌دهد و مؤید صحبت‌های خبرنگار بی بی سی نبود. پدافند هوایی ایران موفق شد تعداد قابل توجهی از موشک‌های شلیک شده را هدف قرار دهد و از بین ببرد. به همین علت این حمله و عملیات اسرائیل به هیچ وجه موفق نشد به اهداف تعیین شده برسد. و پرسش این روزهای محافل سیاسی نظامی، چرا مقامات آمریکایی اینقدر به اهدای سامانه تاد به اسرائیل اشاره میکنن؟ آیا واقعا این سامانه توانایی تغییر شرایط به نفع اسرائیل رو داره؟ این سامانه خیلی محدودیت دارد و قابلیت‌هایش خیلی کم و ضعیف است. نکته دیگر این که ایران در حمله قبلی به اسرائیل نشان داده که موشک‌هایش خیلی برترند، برتر از سامانه گنبد آهنین هستند و به راحتی از آن عبور میکنن. تحلیل شما از رویکرد مقامات غربی در کارشناسان غربی برنامه جهان امروز همچنین رویکرد دولت‌های غربی را در قبال تهران نمونه کاملی از ریاکاری و دورویی تعبیر کردند و حق ایران را برای پاسخ به تجاوز رژیم صهیونی طبق منشور ملل متحد محفوظ و مشروع دانستند. حمید ترکاشفند، خبرگزاری صدا و سیما. سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد فارغ از پیام‌های دیپلماتیک کشورهای غربی، ایران از حق خود برای پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی کوتاه نخواهد آمد. برای همه روشن هست که جمهوری اسلامی ایران از حق خودش در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی عدول نخواهد کرد. این حقی است که هم مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران هست و هم حقی است که طبق حقوق بین الملل برای هر کشوری که در معرض تجاوز و استفاده غیرقانونی از زور قرار میگیره وجود داره. لذا ما فارغ از صحبت‌هایی که رد و بدل میشه در پاسخ خودمون
قاطع و جدی هستیم در به نحو مختزی و در شرایطی که خودمون و نیروهای مسلح و مسئولان زیرب تصمیم بگیرن و تشخیص بدن. در بمباران محله شجاعیه در شرق غزه 3 فلسطینی به شهادت رسیدند. ارتش اشغالگر صهیونیستی در ادامه جنایت‌های خود در نوار غزه بیت لاهیا در شمال نوار غزه را بمباران کرد. نظامیان رژیم اشغالگر خانه‌های مسکونی در اردوگاه جبالیا در شمال غزه را آتش زدند. سخنگوی دفاع مدنی غزه گفته ارتش اشغالگر هر کسی را که تلاش می‌کند به فلسطینی‌های در محاصره در شمال غزه کمک کند به قتل می‌رساند. منابع میدانی هم می‌گویند هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی شمال غرب اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه را زیر آتش گرفتند. همزمان منابع رسانه‌ای گزارش دادند ارتش رژیم اشغالگر در حال بمب‌گذاری و تخریب خانه‌ها در مناطق شمال غربی شهر رفح در جنوب غزه است. تجارت بدون نفت ایران با کشورهای همسایه از ابتدای سال تا کنون با 23% افزایش به رقم 41 میلیارد دلار رسید. گمرک گزارش داد امسال بیشترین میزان مبادلات تجاری غیر نفتی کشورمان به لحاظ ارزش به ترتیب با امارات، ترکیه، عراق، پاکستان و روسیه بوده است. یکی از حرفا در مورد سیاست خارجی اینه، اولویت‌هایی داریم. یکی از اولویت‌های ما همسایگان ما هستند. ما جزء کشورهای دارای همسایگان متعدد هست. این امتیاز برای ما. تأکید رهبر انقلاب بر اهمیت توسعه مبادلات با همسایگان. موضوعی که هم مورد تأکید دولت 14 است و هم 13 بود. اولویت سیاست خارجی دولت من بهبود و تحکیم روابط با کشورهای همسایه است. سیاست همسایگی جواب داده و ما مصریم سیاست همسایگی رو دنبال کنیم. آمارهای ثبت شده از تجارت غیر نفتی با کشورهای همسایه نشان می‌دهد که این روند افزایشی بوده، به طوری که سال 1401 به بیش از 14.5% و سال 1402 به 1.35% رسیده و در 7 ماهه امسال تجارت به ارزش بیش از 41 میلیارد دلار یعنی نسبت به مدت مشابه پارسال 23% افزایش داشته. اما در منطقه این 14 کشور حدود 1200 میلیارد دلار سالانه با هم دارن تعامل میکنن. ما الان در حد 30 میلیارد داریم استفاده میکنیم. در چند سال اخیر با وجود همین افزایش آمار همچنان ارتقای تجارت با کشورهای همسایه در اولویت قرار دارد. اکسپورت ایرانسکیه ازدری 5 سال اخیر تبادل تجاری ایران روسیه در حال افزایشه. از هر 5 دلاری که ما درآمد صادرات غیر نفتی داریم 1 دلارش از منبع عراق هستش. هم نماینده دولت هم فعالان اقتصادی راهکارهایی را برای افزایش سهممان از تجارت با همسایگان دارند. سرمایه گذاری می کنم برای اینکه صادرات انجام بدن. باید تولید کنندگان ما، صادر کنندگان ما و وارد کنندگان ما یاد بگیرن که الان دیگه ما می خواهیم از طریق توسعه تجارت آزاد در عرصه بازارهای جهانی فعال باشیم. برای هر یک از این بازارها ما باید تعاریف خاصی داشته باشیم و بتونیم بر اساس خواسته طرف مقابلمون حرکت بکنیم. در ماده 101 برنامه هفتم آمده که دولت مکلف است برای پیشبرد سیاست دیپلماسی اقتصادی، تقویت روابط منطقه‌ای و جهانی و پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان را در دستور کار قرار دهد. فائزه آقابابایی، خبرگزاری صدا و سیما. بومی‌سازی دانش فنی تولید داروی گیاهی درمان دیابت. این نوع از دارو سازگار با بدن است و انحصار تولید آن در اختیار کشورهایی همچون آلمان، آمریکا، ایتالیا و کره جنوبی بوده. بیماری دیابت حاصل اختلال در غدد درون‌ریز است. حدود 11% جمعیت کشور با آن مبتلا هستند و بیش از همین میزان هم از بیماری خود اطلاعی ندارند. داروهای شیمیایی آن
بدون عوارض نیست و حالا شرکتی فناور با استفاده از کشت گیاهان در شرایط شیشه‌ای و درون آزمایشگاهی به داروی درمان آن دست پیدا کرده است. ما تونستیم با استفاده از بکارگیری روش‌های علم بیوتکنولوژی و با استفاده از بکارگیری میکروارگانیسم‌ها و متابولیت‌های ثانویه گیاهی به یک دارو در قالب سیروب دست پیدا کنیم. ما از گیاه داروی در حقیقت استقرار داده شده در شرایط محیطی پایدار متابولیت هایی رو سنتز میکنیم که مواد مؤثره اونها بر روی بحث بیماری قند و دیابت محرز شده. این دارو حاصل تلاش دو ساله گروهی از متخصصان بوده و آزمایش های آن جواب مثبت داده است. این تست موفق خودش منجر به این شد که ما یک نتیجه گیری عالی در یک جامعه آماری بزرگ در قالب حدود 50 تست بالینی رو داشته باشیم. و تفاوت این دارو با نمونه های شیمیایی و سنتی دیگر موجود در بازار. قرص درمانگر تیپ 2 دیابت اولین اتفاقی که برای بیمار رقم میزنه کاهش وزن هست، متعاقبا افسردگی، که ما الحمدلله تونستیم مراحل علمی و مدارج علمی رو سپری بکنیم. در مقایسه با داروی متفورمین که آهسته رهش هستش، نتایج ماده مؤثره بسیار بالاتری رو از خودش نشون داده. پیش از این دانش این نوع تولید دارو در انحصار چند کشور بوده است. کشور آلمان، کشور امریکا، کره جنوبی و کشور ایتالیا از این علم بهره مندند، اما به هر حال این دانش ها به هیچ وجه باز نمیشه و حتی در حد مقالات هم موردی نبوده که مطرح بشه. این داروی دیابت نوع دو همه مراحل آزمایش حیوانی و انسانی خود رو با موفقیت پشت سر گذاشته و با مجوز سازمان غذا و دارو روانه بازار میشه. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.